ساکنان در تاجیکستان میگویند در ایام روزداری نمیتوانند خوراکی کم استعمال کنند. از این رو مجبورند حتی با نرخی گرانتر بیشتر محصولات خوراکواری خریداری کنند. بر ضمن این هنگام افطار اکثری خانواده ها مهمان دارند. هفته گذشته با شروع ماه رمضان مثل سالهای قبل نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان گران شد. چندی از ساکنان دوشنبه از گرانی نرخ نوا شکایت کردند. کان نه سی نه چیل بود وجه 11 است. این چیزی دولتی ده. نه سوم است تو بگیر او چرا نیست. خود بر توانایی چند قاعده سوم رسم تا میگیریم بچا. گوشت همین 68 میشیدگی گرفتن نمیتونیم. تو رمضان چند؟ 55 سوم بود. خیلی توخیر رمضان رو میخریم ده بیرون میکنیم میدان میخریم. مایده. میام مودا میخریم ده. مایده. ده نفریم ما. خیلی نظر به پیشنه بلندتر شدگی. در بازار یک لخت فروشی دهقان در شهر دوشنبه اساساً نرخ محصولات وارداتی گران شده است. مشکلات بارکشانی در دوران محدودیت های پاندمی کرونا ویروس هم بی اثر نیست. در ماموریت بازار میگویند نرخ محصولات وطنی تغییر نیافته است. اما ماموریت بازار با این حال نمیگوید که چرا نرخ گوشت در یک هفته 15% گران شده از 4.80 دلار تا به 5.65 دلار گران شد. نسبت سال گذشته قسمت محصولات هایی که استحصال آن وابسته از خود جمهوری نیست همانا کمی کاهش یافته است. ماموریت بازار اعتراف میکند که هر سال نرخ ها در رمضان بالا میروند اما این بار چنین نخواهد شد تاکید میکنند آنها. اگر یکان نمودی محصولاتی که اگر سال گذشته یکان نرخی قیمتش کمی زیاد شده باشد استحصال و در کشتی سال آینده انکانی زیاد میشد. یکی این سبب باشد. دیوم سبب باشد همین که نسبت سال گذشته قسمت محصولات ها ارزان هستند از حساب صادرات نشدند بیرون از جمهوری. با وجود دعوت ها که در ماه رمضان نرخ ها را بالا نبرد ساکنان در تاجیکستان هر سال شاهد گران شدن نرخ می شوند. ظاهرا مقامات دائم سببگاران گرانی را می جویند اما بار هم به این جرم کسی را بازداشت و اسم آنهایی که به بالا بردن نرخ ها باعث شدند نامبر نکردند.